به نام یادای خداوند متعال و سلام بر شما بیننده های عزیز به بخش دوم برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. سقوط کندز، ضعف حکومت یا قوت ستون پنجم؟ روز دوشنبه هفته پیشین طالبان با راه اندازی حملات گسترده از چهار سمت شهر کندز توانستند وارد این شهر شوند و برای مدت 3 روز کنترل شهر کندز را در دست داشته باشند. اکنون حدود یک هفته می شود که درگیری شدید در این ولایت میان طالبان و نیروهای امنیتی کشور جریان دارد. بر مبنای گزارش های رسانه ها، سازمان عفو بین الملل و حتی اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، طالبان به محض ورود به شهر کندز دست به غارت، کشتار مردم بیگناه، تجاوز ناموسی و تخریب تاسیسات دولتی و عامل منفعه زدند. گفته می شود که در حال حاضر مردم کندز با چالش های گوناگونی از جمله نبود مواد غذایی، عدم دسترسی به بهداشت، در زیر سایه شوم جنگ زندگی می کنند و با گذشت هر روز مردم این شهر را ترک می کنند. در همین حال اعضای گروه دادخواهی فعالان جامعه مدنی دیروز با برگزاری یک نشست خبری در کابل گفتند که کندز به شکل مرموز و دراماتیک سقوط کرده و در جنگ های اخیر کندز تمام مردم افغانستان و ایرانی و مرگ را تجربه کردند. اعضای این گروه همچنان بیان داشتند در اثر بی‌توجهی بزرگان دولت گوشه های از کندز بالانه های امن تروریستان و طالبان مبدل شده است. همچنان شماری از آگاهان نظامی و برخی نمایندگان مجلس میگویند که کندز توسط ستون پنجم دشمن به منظور عقده‌گشایی‌ها به دست دشمن سپرده شد و اکنون همین حلقات ستون پنجمی برای بازپسگیری این ولایت وقت کشی میکنند و تلاش میورزند تا جنایات وحشتناک طالبان در این ولایت مخفی نگاه داشته شود. به گفته آنان عدم مدیریت کلان برای تصفیه کندز، عدم حضور وزیر داخله، دفاع و مقامات رده اول حکومت در رهبری جنگ و نفرستادن نیروی کافی توسط ستون پنجم طراحی می شود تا جنایات طالبان پوشیده باقی بماند. در این برنامه آقایان قاضی عبدالرحیم رئین عضو مجلس نمایندگان و شایسباز ناصری هم عضو مجلس نمایندگان وعده حضور در برنامه را دادند که همچنان منتظرشان هستیم و همچنان آقای فضل کریم ایماق عضو پیشین مجلس نمایندگان روی خط تلفن از کندز با ما خواهد بود. خیلی خوش آمدین آقای رئین. در همین کمتر از یک هفته که اولاق کندز توسط طالبان تصرف شده، حرفای زیادی در باب سقوط کندز گفته شد و پس از یک هفته شما چی برداشت کردین که واقعا چی عواملی در سقوط کندز نقش داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و در آغاز بر روی طیبه همه شهدای عزیز افغانستان و خصوص شهدای مظلومی که در این اواخر به دست جلادان بیرم در ولایت کندوز، بدخشان، ننگرهار، بغلان و در سایر نقاط افغانستان شهید شدن اتحاف دعا می فرستیم. قضیه کندوز دردناکترین قضیه است در تاریخ کشور ما و بخصوص در حین زمانداری حکومت وحدت ملی که بعد از 1 سال از تأسیس حکومت وحدت ملی گذشت. در آغاز سالگرد حکومت وحدت ملی فاجعه دردناکی کندز رخ می دهد. کندز یکی از ولایات بسیار مهم با ارزش و استراتژیک افغانستان، مرکز زون شمال شرق، ولایتی که از نظر اهمیت خود خیلی با اهمیت و مهم، اما به شکل مرموزی سقوط میکنه. در این 2 عامل همانطوری که ذکر کردین وجود داشته، یک غفلت، بیتوجهی، عدم مسئولیت شناسی، عدم هماهنگی و بحث جدی گرفتن قضیه امنیت کندز و بحث ستون پنجم یا دستگاه جاسوسی که در درون نظام است. شما یقین کنین که در کل رسانه ها بحث کندز از دیر زمان مطرح بوده که شما به یاد دارین که یک عملیات تحت رهبری جنرال مراد علی مراد که فعلا قهرمانانه در میدان نبرد نیروهای مسلح افغانستان رهبری میکنه در جنگ خونین کندز و جنرال سالنگی، جنگ چند ماه قبل هم در کندز آغاز شد برای پاکسازی کندز از شر دهشت افغانا و جنگ خوب پیشروی هم داشت، موفقیتی هم برای حکومت افغانستان بود، اما به شکل ناگهانی این جنگ متوقف شد که خودش سوال برانگیز بوده که چرا همچون فرصتی طلایی را از دست دادن و نگذاشتن که حتی کندوزی که امروز در خطر است و این کندوز او روز از شر این دهشت افغان‌ها پاکسازی می شد.
وضعیت قندوز وضعیت بسیار دردناک است. یک هفته از اشغال قندوز گذشت، سه روز مکمل قندوز در اشغال نیروهای دهشت افغان بود. چور، چپاول، غارت و وضعیت های بسیار خطرناک دیگری در اونجا انجام شد. مردم در یک تنگنای بسیار عجیب قرار گرفتند که حتی همه در خانه های خود زندانی و اسیر ماندند. امروز فقر و بیچارگی هم به سراغ مردم رفته و حتی امروز نان خوردن برای مردم پیدا نمیشه، آب برای آشامیدنی برای مردم پیدا نمیشه، که یک حادثه بسیار دردناک است در این حالت. و دردناکتر از همه وضعیت دیگر است که مراکز صحی که مجروحین و مصدومین حوادث و بالاخره مریضا در اونجا تداوی میشد، شفاخانه ها توسط نیروهای امریکایی حتی بمبارد شده و با آتش کشیده شده و بالاخره یک ناامیدی دیگری در اینجا وجود آمده. آبادی هایی که در سرزمین آباد شد در طول 14 سال، کلی آبادی ها یک دم به خاک یکسان شده، تمام ادارات دولتی اکثر سوختانده شده، بانک ها چور شده، دارایی های مردم به غارت رفته، مردم در یک بیچارگی به سر میبرند، حتی مردم از این شهر فرار میکنند. به حالت این یک بحثش که غفلت کردن نیروهای امنیتی در این مسائل، در حالی که با بودن حدود 5000 یا بالاتر از این نیروی مسلح اردو و پلیس در داخل شهر قندوز، اگر بحث جنگ و تامین امنیت و مقابله با دشمن مطرح می بود، یقینا می توانستن از این شهر دفاع بکنن. با همه گیمی مشکلات، فداکاری قهرمانی ها و جانساری های فرزندان مسلمان و سرباز و افسر اردو و پلیس ملی در شرایط بسیار حساس قابل تقدیر است. اما آنچه بر می گرده مسئولیت برای کسایی که مسئول در قمانده و از انسجام این مسائل است، این مسئولیت به گردن اونا بر می گرده که نگذاشتن تا این نیرو مدافعین بر حق وطن از این سرزمین دفاع کنند، که این سرزمین امروز به این حالت گرفتار نمیشد. بحث ستون پنجمی یقینا یک بحث بسیار عمده است. حالا اگر ما بحث از کلمه ستون پنجم یا جریان به نام ستون پنجم مطرح میشه، بدید ما طالب دشمن مردم افغانستان است. این طالب خواه تاجیک است، ازبک است، پشتون است، هر کی که هست دشمن مردم افغانستان است. با این دشمنا جنگیدن یک امر شرعی و اسلامی است. چرا اینا به خون مردم، به مال مردم، به جان مردم رحم نمی کنند. هر کی مدافع این گروه جنایتکار بوده باشه، در هر موقفی که بوده باشه، ستون پنجمی یا کسایی هستند که از جنایتکارا حمایت میکنند و این جنایتکارایی که از بیرون تربیه میشن میان در داخل افغانستان فاجعه به بار میارن. یقینا در قضیه قندوز اگر همکاری این مردم از داخل نمی بود، این فاجعه دردناک در قندوز رخ نمی داد که غافلگیرانه آنها را در داخل شهر، در حومه های شهر، در جاهای بسیار حساس جابجا کردند و یک نوع حرکتی را برای انداختند که باعث سقوط قندوز شد و این فاجعه دردناک به بار آمد. بله، اما قسمی که شما مشاهده کردین، بارها تو حکومت، رهبران حکومت هم به این مسئله اعتراف میکنن و اشاره میکنن. رئیس اجرایی هم چند پیش گفته بود که هستن کسانی که به عنوان ستون پنجم در درون نظام افغانستان فعالیت میکنن. وقتی که حکومت خودش میای این مسئله را اعتراف میکنه، مردم است که توقع داشته باشن که این ستون پنجمی ها باید افشا شون، با محاکمه کشانده شون، یا دست کم دستشان از حکومت کوتاه شوه که چنین فجایعی را به وجود نبیارن. بسیار خوب است که رئیس اجرایی از جمله کسانی است که از جمله دو تیم است که در حکومت وحدت ملی و وعده هایی را که به مردم افغانستان داد در دوران مبارزات انتخاباتیشان تامین امنیت بود. حکومتی که با فساد مبارزه بکنه، حکومتی که دافع و مدافع مردم افغانستان بوده باشه و مردم افغانستان را از این انجلاب بدبختی نجات بده. خودشان امروز اعتراف برزی میکنن که ستون پنجمی هست، وقتی خوب میدانن که ستون پنجم در درون حکومت خانه کرده و این حکومت در حلقه معاصره ستون پنجمی هست و این اگر اقدامی برای پاکسازی مسائل نمی کنه، یقینا مسئولیت به دوش اوناست. حالا بیاین یک بحث را به شکل دیگرش مطرح کنیم که اگر بحث از مسئله ستون پنجمی و کمک از درون دستگاه نظام برای جنایتکاران نمی بود، اینا این امکاناتی را که امروز به دست دارن
بله. امکانات نظامی را که اینا به دست دارن. من تا به حال نشنیدم که نیروهای مسلح افغانستان از مرزهای پاکستان یا در داخل خاک افغانستان قطارهای اکمالاتی دشمن که از بیرون اکمالات در داخل افغانستان بیا جلویش گرفته باشند به تصرف نیروهای اردو و پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان در آمده باشه یا حکومت افغانستان اونا را گرفته باشند. بجز از اینکه گاهی ماین‌ها و بعضی مواد انفجاری و انتحاری را دستگیر میکنند، اما این مرمی کلاشینکوف، این مرمی ماشندار، این مرمی راکت، این توپ، این مسائلی که امروز دشمن با او مجهز است و اردو ساحتها با اردو و پلیس افغانستان می جنگه، این مهمات را از کجا می کنن؟ شما قبول کنین که این در رده های درونی حکومت است که قضیه را کمک میکنه به این وضعیت، از دیپوی پلیس افغانستان بیرون میشه و شاجوری دشمن میشه و در سینه پلیس فایر میشه، وگرنه تصفیه کاملی در این مسائل صورت بگیره و یک خانه تکانی درست نظام وحدت ملی اگر در افغانستان انجام میداد، از رده های بالا تا با پایین یک تصفیه به وجود می آورد، افراد متعهد مخلص وفادار به این نظام به این وطن و افرادی که راستی به ارزش های دینی و اسلامی ملت احترام و باور می داشتن، آنها را من حیث مسئول در ولایات، در سنگرها، در قطعات، در جاهایی که برای دفاع وطن بود میگم آشنان، یقینا امروز وضعیت این ملک به این حالت نمیرسه. سپاس گزارم. خیلی سپاس. ادامه این برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط از نور است و حالا همکاران تکنیک ما اشاره میکنند که آقای فضل کریم ایماق از شخصیت های مجاهدین از کندوز روی خط تلفن به برنامه وصل هستند. آقای ایماق سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من فضل کریم ایماق هستم، از کندوز صحبت میکنم. بسیار خوش آمدین جناب ایماق صاحب، بفرمایید از شما میشنویم در کندوز حضور دارین، وضعیت چگونه است؟ ولی یک مسئولیت وطنی و یک مسئولیت همین داشتیم در برابر مردم کندوز، چون به اساس رأی از اینا من نماینده از اینا بودم در دوره 15 و دلیل دومشی بوده که در اینطور یک وضعیت باید ما در کنار مردم مانده باشیم تا اینکه مردم مایوس نشن که تمام این کسایی که مسئولیت رسمی یا غیر رسمی دارن دیگه مردم کندوز را ترک کردن. و دلیل سیومش هم بعد از اینکه این پروگرام جنگی ختم میشه، بعد از او خدای نخواسته کسایی که در کمین ششتن بعد از احساسات قومی برای اغتکشایی سیاسی یا انتقامجویی استفاده نکنن. اگر ما بتانیم از اعتبارات جهادی و از اعتبارات ملی ما که روابط بسیار وسیع و گسترده با کلی اقوام افغانستان داریم استفاده بکنیم و جلوی کشمکش ها را بگیریم، یک بخش است. و بخش دیگه شیسته که دیگه واقعا که حادثه که در کندوز یا این حمله که در کندوز سازمان داده شده و اتفاق افتاده یک فاجعه بسیار بزرگ بشری است. کوچه با کوچه کندوز شاهد حریق هستیم و کوچه با کوچه کندوز شاهد قتل و غارت هستیم و شاهد قتل های فردی و دست جمعی هستیم. دیگه بسیاری از خانه های مردم هم چور و چپاول شده. الحمدلله در این از دیر روز به این طرف وضعیت تا یک حد زیر کنترول است. دیروز هم در یک حد ولایت کندوز تخلیه شده بود از طرف مخالفین مسلح و امروز به صورت قطع دیگه کندوز تخلیه شده. دشمنای وطن کندوز را ترک کردن، کلگیشان دیگه به را و قصبات و جاهای قبلیشان در حال عقب نشینی هستند. نیروهای امنیتی اردوی ملی، پلیس ملی و نیروهای امنیتی ملی هر کدام به استقامت کار خودش در حالت پیشروی تصفیه و تصفیق و همچنان امنیتگیری مردم و اینا هستند. وضعیت در کندوز فعلا امنیه. بله آقای مقدمان، شما در روزی که کندوز سقوط کرد اونجا حضور داشتین، در مورد دلایل سقوط کندوز شما چه حرفایی دارین و اینکه فعلا شما در کدام موقعیت شهر کندوز هستین که حالا به مردم اطمینان دادین که کندوز امروز تصفیه شده دست کم مراکز محوری شهر؟ آواره های کندوز در کابل تا بغلان تا پل خمری و تا قرخار و بدخشان همین رقم دولتواری های همجوار مثل امام صاحب و خان‌آباد علی‌آباد تا اینجا متواری هستند و در بعض خدا و قصبات دیگه پدر پسر خود را گم کرده و پسر پدر خود را گم کرده
همچنان هیچ کس از هیچ کس خبر ندارن. کسایی که یک روز امروز قبل یا روز خودی از این خواجه خانده را ترک کرده اونا مسئولتر هستن، ولی مشکلی اساسی است که نان به خرید پیدا نمیشه، نانبایی ها بسته است، تیل به خرید پیدا نمیشه و وسایل تنویر قطعا وجود نداره، برق اینا نیستن، دیگه دارو دوا نیست، شفاخانه نیست، شفاخانه دست به دست میشه. اینی وضعیت اجتماعی و وضعیت زندگی مردم هستن در ولایت قندوز. بله آقای مکلی، مسئله را اشاره کنیم که گفتن که در حال حاضر امروز شهر کاملا تصفیه شده از وجود طالبان، شما در کدام موقعیت شهر قندوز هستین و فکر میکنین تا چند روز دیگه شهر به گونه عادی برمیگرده و مردم میتونن دوباره به قندوز برگردن؟ بله. صدای شما رو داریم آقای مقصود، را که من مطرح کردم گفتم فکر میکنین تا چند روز دیگه واقعا قندوز از وجود مخالفین پاک میشه و شهر به حالت عادی برمیگرده؟ بله. خب من نمیفهمم که پیشتر آقای صدای ما رو داشتن آقای مق، حالا صدای ما رو آقای مق صدای ما رو میشنوین؟ بله. بله. آقای مقمه، سوالی را که مطرح کردم این بود که گفتم پیشبینی شما چی است؟ حالا حضور دارین در قندوز تا چند روز دیگه وضعیت شهر به حالت عادی برمیگرده و مردم میتونن دوباره برگردن به خانه هایشان در قندوز؟ بله گفتم که فکر میکنین پیشبینی که شما دارین چون در قندوز حضور دارین تا چند روز دیگه وضعیت شهر قندوز به حالت عادی برمیگرده و مردم میتونن دوباره برگردن به خانه هایشان؟ تقریبا در حد شهر تقریبا تا پای اکمال رسیدن و بعضی گروپ های تربیه شده اگر در بعضی جای به صورت دو یا سه نفری اگر نباشه یا کسایی که به حساب گیر ماندن در بعضی سرکوی ها یا بلند منزل ها دیگه این تو به صورت گروپ و تیم یا به صورت یک جبهه داخل شهر دیگه چیزی وجود نداره. احتمال هم که فردا پلیس ملی برای امنیت گیری برای تسهیل شهر شاید وارد شهر شود، دیگه یک روز دو روز هم میگیرن که تا اینکه شهر مکمل به حساب نیروهای امنیتی سپرده شود. بله آقای مرقی، یک مسئله اگر اشاره کنین اگر صدای ما رو داشته باشین. دیگه اون کار نیروهای امنیتی خواسته. بله آقای مرقی، یک مسئله اگرم در پایان اگر کوتاه اشاره کنین، حالا شما اطمینان دادین به مردم که دوباره قندوز به تصرف نیروهای امنیتی در اومده و مردم هم اطمینان داشتن که طالبان زیاد نمیمانند در قندوز، اما سوالی که مردم دارن این است که واقعا برای جبران این خساره که خیلی خسارات وارد شده به مردم چی کاری باید شود؟ سپاسگزار هستیم از شما آقای ایماق از قندوز که روی خط تلفن با ما بودن، خیلی سپاس. بله آقای رئیم، حرفای آقای ایماق شنیدین در چند باب که بحث خساراتی که وارد شده با مردم گفتن و همچنان که امروز اونجا که آقای ایماق گفتن که شهر به تصرف نیروهای امنیتی در اومده، فکر میکنین چرا واقعا طالبان یک هفته تاریشن در قندوز حضور داشته باشن؟ ببینین وقتی قندوز اشغال میشه توسط طالبها و نیروهای به اصطلاح ستون پنجمی و نیروهای وابسته ایشان در اطراف قندوز در نقاط دیگری که راه‌های بسیار مهم منتهی به قندوز را سد میکنند در برابر پیشروی نیروهای مسلح افغانستان، این هم یک بحثی بوده که فتح قندوز به درازا کشانید. به طور مثال یک مسئله را یادآور میشن، منطقه ای که به نام جهر خشک که بارها از طریق رسانه ها شد، در اونجا یک تعدادی از مخالفین سد در برابر پیشروی نیروهای مسلح میشه و حتی یک بحث بسیار عمده در جوار ولایت قندوز در ولایت بغلان یک مصالحه تحت نام با موسفینا و با اسلام مشران و بزرگان به نام دندقوری، اما قضیه ای که مطرح میشه این قضیه دندقوری تا جایی که برداشت میشه به معنی از است که خودمختاری دادن برای نیروهای مخالف و تجهیز و اکمال شدنشان و عملیات را انجام دادن در قندوز و در بغلان و ولایت هم جوارش است. بله در همین بحث قضیه دندقوری در مجلس هم نماینده ها دو دست شدند، دو دستگی به وجود آمد در مجلس، کسایی بودند که آنچه که وزیر سرحدات آمده اظهار کرد قبول کردن پذیرفتن و کسای دیگه میگفتن که آگاهانه صاحب طالبان داده شده و مجلس به چی نتیجه رسید در این باب؟ خب شما به یاد شما هست که دیروز همون روز که وضعیت شکل دیگری برای خود گرفته بود، سوالات بسیار مهمی را نماینده ها مطرح کردند که با واقعیت امر
که خوب تعمق سری مسائل صورت بگیره، مسئله امضای موافقت نامه یا یک تفاهم نامه با مخالفین در قضیه دندغوری خودش به معنی ایست که خودمختاری دادن در یک بخش از یکی از ولایات بسیار مهم و استراتژی افغانستان بر مخالفین است و بر رسمیت شناختن مخالفین در اینجا هست که بلی موجودیت شما را در این نقطه ما بر رسمیت میشناسیم و این قضیه توسط یکی از مقامات بسیار بالای حکومت، حالا تحت هر نامی که خودش عنوان میکنه که شورای ولایتی و نمیفهم والی و مویسفیدا و فلان و اینها، همچو قضیه صورت میگیره از لحاظ حقوقی و از لحاظ حکومتداری این یک بحث بسیار عمده است که ساختار یک خودمختاری و یک به اصطلاح به رسمیت شناختن مخالفین در یک سمتی از این ملک که در اینجا دیگه شما در امن و امان هستین، میتوانین از این نقطه هر فسادی را که در این ملک انجام بدین دیگه مشروعیت قانونی دارین بر اساس نمی توافق نامه. روی این ملحظات سوالات بسیار خوبی مطرح شد و وزیر سرحدات جوابی در برابر این جریان نداشت، تا جایی که خودش در حرفای خود بسیار زیرکانه بحث کرد، قضیه را گفت که این ضمانت نداره، مسائلش و مسائل اجراییش هیچ پیشبینی نمیشه که قابل اجرا بوده باشه و هر لحظه ای که نیروهای مسلح افغانستان این مسائل بنفعت نبینه و میتونه عملیات کنه، خب این یک بحث قضیه بود. اما مهم است که در همچون مقطع حساس زمانی و در همچون نقطه بر دشمن موقع دادن تا فعالیت‌های خود سر و سامان بده که امروز مصیبت دندقوری سر مردم قندوز است. امروز در ولایت بغلان چندین ولسوالی در تاله و برفک به مشکل مواجه میشه. اینا همه بحث هایی است که باید سرش فکر صورت بگیره. خب به هر حال قضیه قندوز با همون موقعیت جغرافیاییش که خیلی مهم است برای دشمن هم بسیار با ارزش بوده. شما از طریق بعضی رسانه ها شنیدین که طالبا وقتی که قندوز را اشغال کردن به فکر این بودن که رهبر خود بیارن در قندوز و در اینجا اعلان موجودیت بکنن که طالب قدرتمندی و توانی از این را داره، میتونه که ولایاتی بسیار عمده و مهمی مانند قندوز را از تصرف حکومت بیرون کنه و در اینجا به عوض بیرق سرنگ افغانستان بیرق سفید طالب را بالا کنه و حاکمیت چوروچپاول و غارت را در این سرزمین حاکم بسازه. این خود نماینگر ای بود و اکنون هم طالب با او کسایی که پشت سر طالب به این مسائل استاد هستند سخت در تلاش هستند و می جنگند و تا آخرین نقطه می جنگند که تا باز هم بتانن اینمی فاجعه دوباره در قندوز تکرار بشه. اما مهم است که حکومت در رأسش سرقماندان اعلی قوای مسلح جناب رئیس جمهور و وزرای سکتور امنیتی و کل نیروهای مسلح افغانستان مسئولانه در برابر این مسئله عمل بکنن. قضیه قندوز زنگ خطری برای کل افغانستان است، کل افغانستان را یک تکان داده این وضعیت، با وجودی که مورال و روحیه نیروهای مسلح افغانستان در اکثر جاها به سطح بالا است، مردم افغانستان نسبت به این گروه دهشت افغان تنفر دارند، نمیخواهند با این یک جا بشند، مردم افغانستان پهلوی نیروهای مسلح افغانستان با تمام معنا استاد هستند و از این وطن و از جغرافیای وطن دفاع میکنند. چرا؟ که این وطن و این آزادی و این استقلال و حکومتداری بهای خون میلیون ها شهید این وطن است که در این وطن جانهای خود نثار کردن و بالاخره همچون نظامی در افغانستان به وجود آمده و بهای خون نمو شهدا است که مجاهدین و رادمردان بزرگ جهادگر امروز حاضر هستند که در پهلوی نیروهای مسلح از هر ولایت افغانستان، از هر قریه افغانستان، از هر ولسوالی از افغانستان دفاع بکنند. اما مهم است که اینهایی که مسئولیت در بحث تامین امنیت و رهبری نیروهای مسلح افغانستان را دارند تا چه حد میتونن صادقانه، تا چه اندازه صداقت دارن در تعهدی که به پیشگاه خدا و به پیشگاه این ملت دست به قرآن گذاشتن، گفتن که ما در تامین امنیت افغانستان به این حد تلاش میکنیم. اما در این میدان غفلت کردن، با تحت تبلیغات دشمن رفتن،
امروز جنگ بسیار خطرناک را دشمن برای راه انداخته، جنگ روانی است که امروز در سر تا سر ملک یک نوع پریشانی را به وجود آورده. ای از کل مسئولین می طلبه قاطعانه در برابر تبلیغات دشمن استاد بشن، نیروهای مسلح افغانستان را روحیه بدین، مردم افغانستان را بسیج بکنن. این مردم آماده است باز هم فداکاری بکنن و نه ای وطن را به دست اجنبی بدن، نمیخوان به بیگانه ای وطن سودا بشه. کسایی که به خیال و فکر عزیزتن که این وطن را سودا کنند و دوباره بخواهند این افغانستان را به اشغال در بیارن، یقینا کور خواندن و این قهرمان مردان بزرگ تاریخ کشور را نادیده نباید بگیرن. بله آقای رئیس، سوال جدی را که پس از سقوط کندوز حالا در ذهن مردم است و بارها در رسانه ها مطرح شده، این مسئله است که با توجه به اینکه از خیلی وقتها طالبان در کندوز حضور داشتند، تعدادی طالبان در کندوز مشهود بود، اما چرا حکومت واقعا در این مدتی که طالبان اونجا حضور داشتن یک اقدام پیشگیرانه نکرد که تا طالبان تون حتی به مرکز شهر کندوز برسن و حالا هم که شهر را تصرف کردن بتونن یک هفته در اونجا بمانن؟ یک بحثی بسیار خطرناکی در این مسئله برای افتاده بود، چون در داخل تالار گاهی سر مسائل بحث میشد. یک تعداد وکلای بسیار دلسوزی ولایت کندوز از خطرات سقوط قندوز و از تصرف قندوز توسط مخالفین صدا بلند میکردن و حتی از ناکارآمدی والی و مقامات هم بارها بله از فسادی که در دستگاه حکومت است و از ناکارایی های والی که به صراحت میگفتن که ناکارا آدم است. علاوه بر از اینکه ما یک کشور مسلمان هستیم و یک کشور واحد به نام افغانستان، اما بحث را بحث قومی کرده بودند در اونجا، قضیه را طوری تعریف میکردن. یک عده دلسوزانه میگفتن که به داد قندوز برسین و قندوز را از سقوط نجات بدین، آماده باشین برای دفاع قندوز. اما یک تعداد تعریف دیگری از قندوز میکردن که گویا در قندوز اینجا جنگ قومی هست، بحث مافیاها هست، مسئله مواد مخدر است، نمیفهم اربکی ها هست، زورمندا هست، نمیفهم چنین و چنان این مسائل. که در سقوط قندوز واقعا معلوم شد که نه خیر، او قضیه به فهم ما اینطور نبوده، فقط دشمن پشت این صحنه استاد بوده و تنها وارد میدان شد که امروز چپاول، غارت، کشتار، بیرحمی، ویرانی، سوزاندن و صدها فاجعه ای را که در این کشور بخصوص در قندوز به وجود آورد فقط اینمی کسایی که به نام طالب و دشمنای مردم افغانستان بود. در اینجا بحث قومیت مطرح نبود، بحث زورمندا مطرح نبود، که بحثشان البته فکرشان این بود که قوماندانای بزرگ دوران جهاد در این مسائل نمیگذارن که حکومت داری رنگ روی بگیره یا بالاخره در مسائل حکومت داری مداخله میکنن. که اما ثابت شد که اهمون مجاهد مردا امروز از جمله مدافعین هستند که میخواهند مردم قندوز را از این مصیبت نجات بدین، اما دشمنای مردم قندوز کسایی بودن که پشت صحنه استاد بودن، شعار قومیت تکرار کردن، ولی آمدن نه به پشتون رحم کردن و نه بر غیر پشتون رحم کردن، کل آبادی ها را سوزاندن. حتی شفاخانه که جایی است که نیازی بر ایست که هر مریض و هر مجروحی چه دشمن و چه دوست در اونجا تداوی بشه، حتی شفاخانه امروز خارجی ها که در اونجا طبیبان بی سرحد در اونجا برای مداوای مجروحین بود، این با آتش کشیده شد و به ایران تبدیل شد. این طور یک بحثی کلان در مسئله قندوز بوده که یقینا توطئه کلان بوده و تبلیغات دشمن بوده. در اونجا دستی هیچ زورمندی، هیچ کس زورمند نبوده که بالاخره بتونه همچون تحولی را در قندوز بیاره، وجود داره که دشمنای مردم افغانستان این کار را کرده. بله آقای رئین، حالا به هر روی قندوز سقوط کرد و طالبان هم تونستن که در حدود یک هفته اونجا حضور داشته باشن، هرچند پیشتر آقای ایماق از قندوز گفتن که امروز شهر از وجود طالبان دست کم پاک شده و تا یک دو روز دیگه طالبان قطعا از قندوز بیرون میشن. اما پس لرزه و پیامدی که سقوط برای حکومت داره و در حقیقت تاثیراتی که بالای ولایت های همجوار مثل تخار، بدخشان و بغلان داشته چی بوده و آینده ای را شما چگونه پیش بینی میکنین؟ به فهم ما است که حکومت یک به اصطلاح درس بسیار بزرگی را باید از سقوط قندوز گرفته باشه. تنها قضیه قندوز به این حالت رسید غفلت بود، بله. توجه صورت نگرفت، اما انگی وجود نداشت، تبلیغات دشمن تاثیر گذاشته بود، مسئولیت شناسی نکردن، والی وابسته بود، کس دیگری وابسته بود، نیروها را به شکل دیگری
غفلت بر این مسائلشان به وجود آمد که همچون مصیبتی به بار آورد. اما حکومت در برابر جان، مال، ناموس و حیثیت و آبروی فرد فرد این وطن مسئول هستند، نه اینکه تنها در یک ولایت بلکه در 34 ولایت با کل ولسوالی ها و کل قریه‌جات. حکومت باید یک آمادگی کامل نیروهای مسلح افغانستان با کمک مردم افغانستان که در همچون شرایط یقینا بسیج ملی در برابر دفاع وطن یک امر شرعی ضروری و قانونی است که باید مردم افغانستان پهلوی نیروهای مسلح از این وطن دفاع بکنند. یقینا در طول تاریخ افغانستان وضعیت طوری بوده هر وقتی که حکومت نظام مورد تهدید بوده، کشور و خطر مواجه بوده، بازم همین مردم افغانستان بودند که از این نظام و از جغرافیای این وطن دفاع کردند، شهید دادند، جان دادند، بالاخره افغانستان برای دشمنای افغانستان ندادند که از اشغال روس گرفته تا جنوب و شمال همه گی در این کشور حملاتی را وحشیانه ای را انجام دادند، اشغال کردند، باز شکست خوردند و روسیا از این کشور بیرون شدند. اما مهم است که یک تجدید نظر کاملی مسئولین امور در مسائل انجام بدین، تصفیه کلی در رده های بالای نیروهای مسلح تا پولیس تا به وجود بیاید در ولایات، خصوصا قماندان های امنیه به شکل افراد شایسته، دلسوز، مجاهد و به این وطن و استقلال این وطن باور داشته باشند، اجنت بیگانه نباشند، نوکر بیگانه نباشند، معاملگر نباشند که از دیپوی حکومت امکانات را به جیب دشمن بریزن و دشمن را مسلح کنن و سر مردم خود مرمی بباره. یک توجهی در این مسائل بکنن. این وضعیت فعلا در این ملک روان است یقینا. اگر بحث از ستون پنجمی است، بیاین یک تصفیه حساب بکنن، ببینن در وزارت داخله چی میگذره، ببینن در قماندانی های امنیه چی میگذره. قماندان های امنیه و شایسته هم هستن که یقینا باورمند هستن بر استقلال از وطن، به خون شهدا ارزش میگذارن، به ارزش های دینی ملت معتقد هستن. اما یک عده ای هستن به فکر چور و چپاول و غارت و رشوت و اختلاس به وطن سودا میکنن در برابر دشمن، برشان هیچ چیز مهم نیست. حکومت باید در برابر این چیز، خصوصا رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و همه در برابر این مسئله مسئولیت خود احساس بکنن. و یک بحث دیگری هم ایست که قوه مقننه کشور ولسی جرگه که یکی از وظایف و مسئولیتهایشان نظارت بر عملکرد حکومت است و این گونه عملکرد حکومت را هم دارن نظاره میکنن، عملکرد حکومت را هم به این حالت نظاره میکنن. ما من حیث یکی از همی وکلا، یک نماینده مردم افغانستان، این را میگم که کسانی که در این خیانت دست دارن هرچه سریعتر باید از صلاحیت‌های قانونی قوه مقننه در قسمتشان استفاده بشه و این کشور به قحط الرجال مواجه نیست. باید افراد شایسته بیاید که بتونه به شکل درست این کشور را مدیریت بکنه و مدیریتی که ملت مطمئن بوده باشه که راستی صادقانه اینا میخواهیم در از وطن خدمت بکنه. بله، و پرسش آخر آقای رئی اینه که واقعا فاجعه کندوز چگونه میتونه جبران شوه و حکومت چگونه میتونه که این همه خساراتی که به مردم وارد شده تاسیسات دولتی و عامل منفعه اونجا آسیب دیدن، مسائل دیگری که مطرح شده تا جنایت حقوق بشری و تجاوز بر نوامیس مردم، واقعا جبران از این چگونه میشه؟ ببینید 14 سال دنیا آمد در افغانستان برای بازسازی افغانستان، 14 سال سر قندوز هم یکی از جمله ولایتی بود که کار شد، شفاخانه آباد شد، مکتب آباد شد، ادارات دولتی سر و صورت گرفت، نظم و نظام با وجود آمد، آبادی ها مردم علاقمند شدند که به ویرانه ها آبادی را به جا بگذارند. یک شبه ای به یک ویرانه تبدیل شد. ای از توانمندی نمی حکومتی که فعلا ما داریم، از توانمندی ای نیست که ای را بتانه پس دوباره به او شکل درستش احیا بکنه. اما با این شرایط مردم ما چی میخواه؟ مردم ما از این حکومت امنیت میخواه، به هر قیمتی که این میشه امنیت در این ملک تامین بکنن. پیمان های بسیار کلانی با دنیا امضا کردن اما تاثیراتش هنوز منفی است. هر بار رئیس جمهور سر مسائل بحث میکنه که ما با امضای پیمان امنیتی با امریکایی ها اینمی دستاورد ماست که نیروهای ما را غذا میده و معاش میده. اگر منظور از امضا کردن پیمان امنیتی تنها اعاشه 350 هزار نیروی مسلح بود، به همین اکتفا میکنیم که باز یک مشکلی بزرگ است. ما از مقامات عالی کشور این تقاضا را داریم که
نیروهای مسلح ما در برابر اینمی و تجاوز و همین وحشتی که فعلا به وجود آمده جنگ تعمیلی که است اکمال بشن و برای دفاع کشور نیروهای مسلح ما یقینا آماده هستند. این فرزندان مؤمنی افغانستان هستند و اینا از این وطن دفاع میکنن به شرط اینکه از اینکه تقدیری بشن اینا تقدیر بشن از ایشان و بالاخره به خون اینا ارزش قائل بشن دیگه معامله سر مسائل خون شهدای ما صورت نگیره. اما آبادی های قندوز مردم قندوز در این شرایط امنیت میخواهند و بالاخره بعد از امنیت لقمه نان میخواهند. امیدوار هستم که انشاءالله با توانمندی باز مردم قندوز بعد از اینکه حکومت سر جای خود استاد شده بتوانست تامین امنیت کرد و بالاخره باز قندوزی و ایران شده دوباره قندوزی آباد بشه و در قطار ولایات آباد ما ولایت بسیار با افتخار ما یک بار دیگر باز هم بر ارواح طیبه شهدای طواف دعا میفرستم. خود شریک غم و درد مردم قندوز میدانم، نه تنها مردم قندوز، مردم جلال آباد، مردم بدخشان که ولسوالی بردوج ولسوالی بهارک یک پای دیگری به دست دشمن افتاد، اما مردانه فرزندان مؤمن کشور دفاع کردند و سرزمین را آزاد کردند و یقینا این زنگ خطر است برای کل مردم ولایات افغانستان. از رئیس جمهور و وزارتخانه های سکتوری امنیتی میخواهیم برای تجهیز کل نیروهای مسلح، هماهنگی کامل بین تمام نیروهای مسلح، روحیه دادن برای نیروهای مسلح. ما در یک کشور اسلامی قرار داریم، در یک کشور بحث های بسیار کلان اسلامی است که وزارت به نام وزارت حج و اوقاف است، او اداراتی در ولایات دارد، شورای به نام شورای علما است، شورای علما در شورای ولایات است. اینها مراجع دینی ملت هستند، اینها باید اینمی وضعیت را برای ملت آگاهی بدن، یک توجیه شرعی بکنن تا مردم ما انگیزه دینی پیدا بکنن در برابر دشمن مردانه و اسلامی بجنگن. اینمون راهی است که اگر کشته شدی شهید و اگر زنده ماندی در برابر دشمن قاضی میدان است. سپاسگزار هستیم، خیلی سپاس. سپاس از حضور وقت مهمان برنامه آقای قاضی عبدالرحیم رئی عضو مجلس نمایندگان، اما شایست باز ناصری نماینده مردم قندوز در مجلس با آنکه وعده حضور در برنامه را داده بود تا پایان برنامه حضور نیافت در بس. همچنان سپاسگزار هستیم از آقای فضل کریم ایماق از قندوز روی خط تلفن با ما. از شما هم سپاس، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.